به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری و تکان دهنده: انفجار دوم در کابل یک پلیس را به کام مرگ برد. فرماندهی پلیس کابل میگوید که در نتیجه دو انفجار در شهر کابل یک نیروی پلیس کشته و 6 غیر نظامی زخمی شدند. به گزارش از سپوتنیک، فردوس فرامرد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل با تایید انفجار دومی در کابل گفت: حوالی ساعت 10:41 پیش از چاشت امروز انفجار دوم در حصه اول خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 شهر کابل رخ داده است. با گفته فردوس فرامرز، این رویداد ناشی از انفجار ماین بوده و یک اراده واسطه نو رنجر در آن هدف قرار گرفته شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت یک نیروی پلیس در این رویداد کشته شده است. این در حالی است که بامداد امروز ناحیه اول سرک باغ قاضی پایتخت نیز گواهی یک انفجار بود. گزارش شده که این انفجار در یک دکان صورت گرفته و در نتیجه آن 6 نفر از جمله 3 شهروند اهل هنود زخمی شدند. تا اکنون نوعیت انفجار ناحیه اول روشن نیست. مسئولیت این دو انفجار را هنوز شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. این در حالی است که روزنامه 8 صبح می نویسد که پایتخت مسئول نیست. شهر کابل در جریان روزهای اخیر شاهد انفجارهای پی هم است. 4 انفجار در یک روز، 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. هرچند پیش از این انفجارها به گونه پراگنده رخ می داد، اما در جریان روزهای اخیر دوباره صبح پایتخت نشینان با انفجارهای پی هم آغاز می شود. در جریان یک هفته اخیر دست کم 9 انفجار در شهر کابل رخ داده که در مجموع 4 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت امور داخله میگوید که طالبان، حقانی، القاعده و داعش در این حملات دست دارند که بیانگر ادامه روابط میان این گروه ها است. با گفته مسئولان در این وزارت، در برخی از حملات گروه های طالبان و داعش به گونه مشترک عمل میکنند. معاونت اول ریاست جمهوری نیز تصریح میکند که توافق دوحه و رهایی سهل طالبان از زندان این گروه را اعتماد به نفس کاذب داده است و نیروهای امنیتی مصروف جمع کردن تروریستانی هستند که به صورت هوشرگونه از سوی طالبان و حامیانشان به شهرهای کلان فرستاده می شوند. طالبان اما پیشتر تنها دست داشتنشان در انفجارها بر اهداف غیر نظامی را رد کرده و آن را کار حلقات درون حکومتی خوانده اند. کابل در جریان 3 شنبه 14 دلو شاهد 4 انفجار بود. حوالی ساعت 7:35 صبح یک نوه اورست در ساحه جوی شیر از مربوطات ناحیه دوم هدف انفجار ماین قرار گرفت. در نتیجه این انفجار 2 تن زخمی شدند و برای مداوا به شفاخانه انتقال یافتند. تنها حدود 1 ساعت پس از این انفجار دومین انفجار در ساحه سلیم کاروان از مربوطات ناحیه 4 رخ داد. در این انفجار نیز یک موتر نو فرونر هدف قرار گرفت که در نتیجه آن 2 سرنشین این موتر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. لحظات پس از این رویداد پایگاه اینترنتی مربوط به جمعیت اصلاح اعلام کرد که محمد عاطف، رئیس شورای مرکزی این نهاد، در نتیجه این رویداد کشته شده است. حدود 2 ساعت پس از رویداد دوم سومین انفجار نیز رخ داد. این انفجار در ساحه نوابات دیمزنگ از مربوطات ناحیه 3 شهر کابل یک نوه کرولا را هدف قرار داد که غیر نظامیان را حمل میکرد. در نتیجه این رویداد نیز یک غیر نظامی زخمی شد و برای مداوا به شفاخانه انتقال یافت. سرانجام 3 شنبه پایتخت با 4 انفجار پایان یافت. حوالی ساعت 3:50 پس از چاشت یک نوه موتر فورتینر در ساحه 200 فامیلی از مربوطات ناحیه 8 شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت. پلیس کابل گفت که در نتیجه این رویداد 2 تن زخمی شدند. وزارت امور داخله در واکنش به این رویدادها گفت که گروه های متعدد در انفجارهای کابل دست دارند. طارق آریان سخنگوی این وزارت تصریح کرد که گروه های طالبان، حقانی، القاعده و داعش در حملات پایتخت نقش دارند و شماری از این انفجارها از سوی گروه های طالبان و داعش به گونه مشترک سازماندهی می شود.
آقای آریان معتقد است که با توجه به دست داشتن گروه های مختلف، طالبان رابطه‌شان با این گروه ها را پایان ندادند. او گفت که هرچند حملات این گروه ها در هفته های اخیر ادامه دارد، اما نیروهای امنیتی تلاششان را برای خونسا کردن این گونه حملات و بازداشت عاملان آن تسریع بخشیدند. این وزارت میگوید که در جریان ماه‌های اخیر ده ها ماین‌گذار را در کابل و ولایات بازداشت کرده است. گفتنی است که بر اساس آمارها تنها در جریان یک هفته اخیر 9 انفجار در شهر کابل رخ داده است که در نتیجه آن 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. معاونت اول ریاست جمهوری که همچنان مسئولیت موقتی تامین امنیت کابل را بر عهده دارد میگوید که توافق دوحه میان آمریکا و طالبان برای طالبان اعتماد به نفس کاذب و هیجان پیروزی ایجاد کرده است. امرالله سالی معاون اول ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 14 دلف در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت که حکومت زندانیان طالبان را به امید صلح آزاد ساخت، اما این گروه تعبیر دیگری از توافقنامه صلح و نیت خیر و نیک حکومت داشته است. او که اعتراف یک فرد بازداشت شده در پیوند به ماین‌گذاری را همگانی کرد، افزود که نیروهای امنیتی در حال حاضر مصروف جمع کردن افرادی هستند که حشرگونه از جانب طالبان و حامیان بیرونیش به شهرهای کلان فرستاده می شود. آقای سالی از رسانه‌ها و نهادهای مدنی خواست که اسناد و مدارک اثباتیه علیه طالبان را مطالعه کنند و این گروه را به جهانیان بشناسانند. به گفته آقای سالی، جنگ طالب علیه هرچی طالب نیست آغاز شده و نیاز است که هرکی طالب نیست بر ضد این گروه بسیج شوند. معاون اول ریاست جمهوری پیش از این نیز گفته بود که گروه طالبان در حملات انفجاری کابل دست دارد. گفتنی است که در حال حاضر نشست 6.5 اعترافات افرادی که در پیوند به حملات انفجاری بازداشت شدند را همگانی میکند. معاون اول ریاست جمهوری برای جلوگیری از تروش‌های هدفمند تردد موتورسیکل‌های دو پشته را ممنوع اعلام کرده و گفته است که موتورسیکل‌ها را به همین دلیل فلج میکند. پیش از این هیئت اتحادیه اروپا، سفارت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، کانادا، چک، دنمارک، فنلند، هلند، آسمانیا، سویدن و نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در اعلامیه ادامه ترور، آدم‌ربایی‌ها و تخریب زیربناها را محکوم کرده و گفته بودند که طالبان مسئولیت بیشترین خشونت‌ها را بر عهده دارند. در این اعلامیه تصریح شده بود که طالبان می‌خواهند با این کار نهادهای دولتی را ضعیف و با ایجاد محیط ناامن زمینه تحرک برای گروه‌های تروریستی را فراهم کنند. طالبان اما پیشتر مسئولیت ترور عالمان دین، خبرنگاران و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را به دوش نگرفتند و می‌گویند که حلقات در درون حکومت این حملات را سازماندهی می‌کند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از تازه‌ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.